آخر ورزشین ساعت خوش آمدید. افغانستان صاحب اولین مدال المپیکی شد. روح‌الله نیکپا تکواندو کار خوب کشورمان امروز توانست با غلبه بر حریفانی از کشورهای آلمان، انگلستان و اسپانیا به مدال برنز رقابت‌ها دست یافت. ارتباط مستقیم تلفنی با همکارم سید علی کاظمی در شهر بیجینگ برقرار کردیم تا آخرین تحولات امروز را به سمع و نظر شما برساند. علی جان، ضمن عرض تبریک به شما، منتظر هستیم. روح الله نیپای عزیز، سلام بر شما، تبریک عرض میکنیم. میخواییم در همین ابتدا احساس خودتا و پیغام خودتا به هموطنهای در اقصا نقاط دنیا خارج از افغانستان، داخل افغانستان بشنویم. من تو دو خوشحال هستم که بنده برای اولین بار در طول تاریخ افغانستان تونسته مقام سوم یا مدال مسابقات المپیک داشته باشم. من تو دو خوشحال هستم و همین دعای مردم بود که خوشحال بود همین در سعی تلاش مردیان ما همچنین کنم بود که تونستیم الحمدلله به یاری خداوند تونستیم مدال المپیک برای اولین بار در تاریخ افغانستان برش ببریم. تشکر رولا جان، موفق باشید. متوجه سرای رولا جان نیکپا دیگه ما دروم قهرمان افغانستان با هم بیننده ما شنیدن همین دسته دیگه ما هم رولا جان نیکپا میرم طرف سکوی قهرمانی تا به اساس دیگه مدال رولا جان نیکپا بهش اهدا بشه. آقای کاظمی، طبق آخرین خبرهای شیرینی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اولین شخصی بود که بر رولا نیکپا تبریک گفتن، درست است؟ من متوجه زمانی که آفی ختم شد و قبل از که رولا جان از میدان مسابقه خارج شد و در قسمت خبرنگاران بودند همین دنیا من شخص رئیس جمهور آقای حامد کرزی گفت که خوشبختی بعد از مدتها یکی از مسئولین بلندپایه دولتی و شخص رئیس جمهور از طریق تلویزیون مسابقات دیدن میکنه و اولین کسی است که به قهرمان خودش از طریق تلفن تبریک میگه. و فردا هم نثار بهاوی مسابقه دارد. برنامه رقابت های نثار بر شما مشخص است؟ بهاوی امروز بازکشیش بود که خوشبختانه بازکشیش به پایان رسید و فردا اولی دیدارش در برابر تکواندوکار از کشور امریکا در کتاب 1145 و وقت بیجینگ مسابقه نثار احمد بهاوی آغاز میشه. تشکر علی جان کاظمی، موفق باشید. ما هم یک بار دیگر کسب مدال برنز المپیک و تمامی شما ملت غیور افغانستان تبریک عرض میکنیم. با آرزوی موفقیت داریم برای نثار بهاوی که فردا باید در میدان مسابقات والیبال جام استقلال افغانستان